با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین. سعید بهبانی هستند در این روز پنجشنبه دوم فوریه 2017. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس داریم از اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت بهتر شدن برنامه ها به ما یاری میرسانند. خرسندم یک بار دیگه میتونیم در خدمت آقای دکتر مصطفی دانش، یک روزنامه نگار مجرب و تحلیلگر مسائل سیاسی باشیم. میدونید که بر اساس لطفی که آقای دانش دارن نسبت به مردم میهنمون، قرار بر این شد که هر هفته در میان، یعنی یه هفته در خدمت آقای دکتر کوروش عرفانی باشین، روزای پنجشنبه، هفته بعد از اون رو در خدمت آقای دکتر مصطفی دانش. بسیار امر خوب و نیکو و پسندیده است. اجازه بدهید که به راستی تشکر کنیم از آقای دانش به خاطر حضورش، به خاطر اینکه مه کرد و پذیرفت که در این برنامه هم شرکت داشته باشه. به حال ایشون از شخصیت هایی هستند که در رسانه های فارسی زبان حضور دارند و نام و چهره شون بر همگان آشکار است. لذا ما از اون قسمت گذر میکنیم و میریم خدمت آقای دانش و از ایشون میخواهیم که یه قدری راجع به اوضاع احوال با هم حرف بزنیم. اینا هی بوق میزنن. نامه آقای رضای پهلوی به شاهزاده رضای پهلوی به آقای ترامپ هم موضوع دیگر است. بله، عرضم به حضور شما، من فهم می کنم که در این لحظات مهمترین موضوع این ماجرای منع صدور ویزا برای ایرانیان باشد و این خیلی مسئله مهمی است که در حقیقت ما باید به این داستان خوب دقت کنیم و ببینیم که مشکل این چیست، یعنی برای ما به عنوان جامعه ایرانی چه معضل و مسئله رو پدید میاره. به همین دلیل الان اون یه بحثی مطرح شده است تحت عنوان اینکه این میگن که در تاریخ آمریکا این برای نخستین بار است که میبینیم از درون کاخ سفید میگن که خیلی اطلاعات نشر پیدا میکنه. این خیلی چیز بدیه دیگه که چطوری آخه در دوره آقای ترامپ همه چی نشر پیدا میکنه و مثلا این استش که چرا پس این کار نمیکنه؟ نمیدونم چرا کار نمیکنه. بگذاریم. عرضم به حضور شما که بله، بذار حواسمون رو به همین کار بدیم، فکر کنم بهتر. میگن که مثلا در گفتگو با رئیس مملکت مکزیک، ایشون گفته که من میخوام اگر شما نمیتونی مردمان تو حفظ کنی در اونجا و جلوی قاچاقچی ها و خودش از لفظ آدم بد استفاده میکنی، جلوی آدم های بد رو بگیری، من میتونم نیرو و ارتش بفرستم اونجا آدم بد ها رو، یعنی در حقیقت اشغال کنم کشور شما رو، اشغال نظامی کنم. و در مورد نخست وزیر استرالیا که در حقیقت به این طی پیمانی که بهش پیمان پنچش میگوید که بین انگلیس و کانادا و استرالیا و نیوزیلند و آمریکا برقرار شد، یعنی اون کشورهایی که یه جوری پرچم انگلستان رو هم زمیمه پرچم خودشون دارن مثل کانادا، استرالیا، نیوزیلند و خود انگلستان و آمریکا، یه پیمانی دارن به عنوان پیمان پنج چشم، فایو آیز، و یکی از همپیمانان نزدیکشون است. و این آقا در موقع صحبت کردن با رئیس، با نخست وزیر استرالیا،
گفته که آقا اینجا ما در دوره آقای اوباما در ماه نوامبر یه قراردادی رو امضا کردیم که شما 1600 تا از این پناهنده هایی که در یکی از جزایر استرالیا در کمپ پناهندگی و شرایط سخت دارن رو شما اوباما پذیرفته که بپذیر. این گفته اصلا حرف بی خودی نزن، اون حرفا مثلا اونا رو شون قبول ندارم، همشون بد بودن. و بالاخره داستان به اینجا کشیده شد و گوشی تلفن رو قطع میکنه روی نخست وزیر استرالیا. از طرف دیگه خب خیلی از میبینی که اعتراض هست نسبت به این که چرا ایران رو گوردین، ایران نمیدونم دولتش دولت تروریسته، مردمش تروریست نیستن. و میپرسن چرا عربستان نیوردیم، میگه اونا مردمش تروریستن. دو از این حرفایی که میشنیم. میخوایم بریم پیش آقای دانش به عنوان یه روزنامه‌نگار مجرب، ضمن سلام و تشکر از حضورش بپرسیم که او این داستان رو چگونه برای ما تعریف و تبیین خواهد کرد. پس بنابراین اجازه بدید که سلام کنیم و بشنویم فرمایشات آقای دکتر مصطفی دانش. آقای دکتر من به شما درود میفرستم، خوشحال میشم. سوالات زیاد است ولی ابتدا میخوام از این در وارد بشیم و ببینیم که این داستان چیست، شما این صحنه رو چگونه برای ما تعریف و تبیین خواهیم فرمود. بفرمایید، میشنویم فرمایش شما رو. بفرمایید. سلام آقای بهبهانی و سلام به بینندگان ارجمند. خب شما مطلبی رو مطرح میکنید که به نظر من بسیار بسیار اهمیت داره و ما مجبوریم موقعی که درباره ممنوعیت ورود ایرانیان به آمریکا صحبت میکنیم، در واقع این چیزی است که آقای ترامپ به خاطر این چنین ممنوعیت رو به وجود آورده که تروریست وارد آمریکا نشه. خب اینجا باید روشن بکنیم که تروریست در کدوم کشورها پرورش پیدا میکنن و آیا مردم ایران که ممنوع ورود شدن تا به حال عملی در آمریکا یا در اروپا، یک عمل تروریستی بر علیه مردم آمریکا و اروپا و کشورهای دیگه انجام دادن یا انجام ندادن؟ و اسناد زیادی در این مورد وجود داره. ما بخوایم از جنگ سرد شروع بکنیم باید به این مطلب اشاره بکنیم که در واقع در جنگ سرد ریشه تروریسم امروزی و القاعده و نیروهای جهادیستی که در جنگ سرد در پاکستان و افغانستان می جنگیدن، در واقع این تداوم تا به امروز وجود داره. خیلی از بینندگان و شنوندگان و مردم فکر می کنن که داعش یا تشکیلات تروریستی که امروز در عراق وجود داره یا در سوریه وجود داره یا در کشوری مانند نیجریه وجود داره، فکر میکنن اینها دستگاه ها یا سازمان های جدیدی هستند که به نام اسلام ترور میکنن. ولی در واقع این پدیده جنگ سرده و تداوم داره، یعنی از همون زمان تا کنون تداوم داره و در شما در رأس اکثریت این سازمان های تروریستی از القاعده گرفته در افغانستان، داعش در سوریه و عراق یا جبهه النصرت در سوریه، بوکو حرام در نیجریه، الشباب در سومالی و همه این گروه ها رو که شما مورد دقت و زیر ذره بین ببرین، میبینین که هنوز در رأس این کسان یا در رأس این سازمان ها همون افرادی هستن که در جنگ سرد در کنار اسامه بن لادن قرار داشتن و در واقع از افغانستان اینها برگشتن به کشورهای خودشون و در اونجا کشورها را آلوده با ایدئولوژی ترور کردن و این ایدئولوژی اسلامی در واقع وهابیتی است که در عربستان سعودی وجود داره. همکنون در عربستان سعودی قانون اساسی نوشته شده وجود نداره. وهابیت یعنی دین وهابیت یا نماد وهابیت، این ادغام شده با خاندان سلطنتی و قانون یا قوانین اساسی، قانون اساسی عربستان سعودی وهابیته. و امروز شما تمام این سازمانهایی که در سراسر جهان مبارزه میکنن بر علیه تمدن جهانی میجنگن و سر میبرن، همه مجهز به این دین وهابیتن
و این ایدئولوژی است که یک ایدئولوژی تروریسم جهانی است. و ما موقعی که درباره جنگ سرد صحبت میکنیم، اجازه بدین چند مطلب مطرح بکنم. در جنگ سرد زمانی که جهادیستای عرب را به پاکستان می آوردن، در واقع در ابتدا این جهادیستای عرب که در حدود 100 هزار نفر در طول جنگ افغانستان از سال 1979 تا 89، یعنی تا زمان خروج شوروی ها در افغانستان می جنگیدن، 100 هزار نفر جهادیست وارد افغانستان شد. و در ابتدا اینها موقعی که وارد پاکستان می شدن، در کنار گروه های مختلف مجاهدین قرار می گرفتن و با مجاهدین حرکت می کردن در داخل افغانستان و بر علیه دولت مرکزی در افغانستان و نیروهای شوروی که در افغانستان بودن می جنگیدن. ولی از سالهای 1982 به بعد، این خیلی مهمه، با فعالیت شدید سازمان CIA آمریکا، سازمان جاسوسی خارجی پاکستان ISI به ریاست حمید گل، سازمان استخباراتی عربستان سعودی به ریاست ترکی الفیصل، یعنی شاهزاده ترکی الفیصل، که از سال 1997 تا 1977 منظرت میخوام، از سال 1977 تا 2001 24 سال رئیس استخبارات عربستان سعودی بود، و اسامه بن لادن، یعنی در واقع رهبر نیروهای جهادیستی که وارد پاکستان می شدن. یک مثلثی وجود داشت، مثلث حمید گل رئیس ISI پاکستان، ترکی الفیصل رئیس استخبارات عربستان سعودی، و اسامه بن لادن به عنوان کسی که در واقع در رأس نیروهای جهادی عرب قرار داشت. اینا وارد پاکستان می شدن و از پاکستان به افغانستان می رفتن. این مثلث همکاری و همکاری نزدیک با هم داشتن، این سه نفر، و مورد حمایت شدید سازمان CIA آمریکا و MI6 انگلستان بودند. در تمام این موارد اسناد وجود داره. من شخصا در جنگ های افغانستان و بعد از سقوط نجیب الله، در واقع در شمال افغانستان، چندین بار با خود آقای ترکی الفیصل، شاهزاده ترکی الفیصل، که هنوز رئیس سازمان استخباراتی عربستان بود و به افغانستان می آمد، صحبت می کردن. یعنی در واقع افغانستان پدر طالبان و پدر مجاهدین و پدر تمام نیروهای جهادیستی که در افغانستان مبارزه می کردن، شخصی به نام ترکی الفیصل بوده. اینو باید همیشه با شفافیت گفت. من به یاد دارم پولایی که این در واقع به افغانستان چمدون چمدون پولی نقد به افغانستان می آورد و بین طالبان و حتی در شمال کشور در اتحادیه وحدت شمال کشور تقسیم می کرد که بتونه اونا رو زیر نفوذ عربستان ببره. پس بنابراین باید به این مطلب شروع کنیم. این پدیده در جنگ سرد به وجود آمده. این پدیده با این سه مثلثی که من ازش صحبت کردم و فعالیت شدید و حمایت سازمان CIA آمریکا و MI6 انگلستان و سازمان‌های جاسوسی دیگر غرب مانند BND آلمان و دیگران به وجود آمد. و متاسفانه باید بگیم که این پدیده تداوم این پدیده‌ای که امروز وجود داره و تمام سازمان‌های تروریستی که امروز وجود دارن، تداوم همون پدیده است که در جنگ سرد به وجود آمده. اینا هرگز نباید موقعی که ما صحبت از تروریسم میکنیم در جهان اینا فراموش بکنیم. خب ما میدونیم که در 11 سپتامبر 15 نفر از 19 نفری که در 11 سپتامبر فاجعه آفریدن، اینا از عربستان سعودی بودن. چندین نفر از مصر بودن. و همونطوری که من قبلا گفتم، ایدئولوژی تروریسم جهانی، وهابیت و تمام سازمان هایی که امروز دارن بر علیه غرب و تمدن غرب مبارزه میکنن و در واقع سر میبرن، همه با ایدئولوژی وهابیت همونطوری که گفتم مجهز هستن. و یک بار دیگه باید به این مطلب اشاره بکنم، بعد از فاجعه 11 سپتامبر، خب میدونین چندین ترور بسیار مخوفی در جهان انجام میشه. در سال 2005 ترور لندن انجام شد که در حدود 50 نفر در لندن کشته شدند توسط تروریست‌های اسلامی، و بعداً در سال 2005 در همون سال در اسپانیا در مادرید تروری اتفاق افتاد که عده زیادی کشته شدند. ترورهای پاریس در سال گذشته 2016 همه کسانی هستند که با ایدئولوژی وهابیت در واقع اینها مجهز هستند. و ترور در آمریکا در سان برناندینو چند مدتی پیش،
دو نفر کسانی بودند که از پاکستان در عربستان سعودی تحصیل کرده بودند و در مدارس وهابیون در واقع با این ایدئولوژی تروریسم آشنا شده بودند که در آمریکا چنین تروری انجام دادند در سالی گذشته. ترورهایی که در بروکسل بلژیک انجام شد توسط وهابیون بودند و ترورهایی که در همین اواخر در هنوز اواخر سال گذشته 2016 در استانبول انجام شد یا تروری که در برلین انجام شد، همه اینها کسانی بودند که وهابیونی بودند که از کشورهای غیر از هفت کشوری که آقای ترامپ اونا در لیست گذاشته آمدند. به طور مثال ترور برلین توسط شخصی که از تونس میاد، یک وهابی که از تونس میاد انجام میشه. پس بنابراین باید به این مطلب کاملا اشاره بکنیم و شما به درستی در ابتدای سخنانتون به این مطلب اشاره کردید، یعنی تفکیک کردن رژیم جمهوری اسلامی، رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی و رژیمی که ترور میکنه، به ویژه تروراش در داخل برای مردم ایران انجام میشه، و مردم ایران در هیچ مرحله‌ای در تاریخ 20 سال گذشته تا کنون در هیچ کشوری، نه در اروپا و نه در آمریکا، دست به ترور نزدن. فقط یک مورد استثنایی وجود داره که دو سال پیش در استرالیا یک آخونده که مرض روانی داشته، مریض روانی بوده و اینو خود دولت استرالیا تایید کرده، دست به ترور میزنه. یعنی یک مریض روانی این کاری میکنه و اونم ایرانی بوده، یعنی اونم آخوند بوده. در واقع شما از مردم ایران و جوانان ایران تا به حال در سراسر جهان چنین چیزی ندیدین که در منطقه ترور بکنن و حتی چنین نشانه ای هم وجود نداره، شواهدی وجود نداره که بین تروریستایی که همکنون در کشورهای مختلف ترور میکنن شیعه ای وجود داشته باشه. ولی باید به این مطلب اشاره بکنیم که همین هفته پیش، چند روز پیش، ارتش آمریکا در یمن حمله میکنه به مواضع القاعده و به مواضع القاعده حمله میکنه که تمام اعضای این القاعده در یمن شهروندان عربستان سعودی هستند، یعنی کسانی که از عربستان سعودی خارج شدن به یمن رفتن و تشکیلات مخوف القاعده رو در یمن به وجود آوردن و گفته میشه صدها نفر و شاید هزارها نفر القاعده یمن عضو داره. پس بنابراین اینو متوجه میشیم که این شهروندان عربستان سعودی هستن که در داخل عربستان سعودی با ایدئولوژی وهابیت آشنا شدن و این شهروندان هستن که در واقع خارج میشن و در کشورهای دیگه سازمان‌های تروریستی عظیمی رو مثل سازمان القاعده رو در داخل یمن به وجود میارن. یعنی این ایدئولوژی وهابیته که تروریست پرورده و همکنون در کنار داعش در عراق و سوریه بیش از 4000 نفر شهروندان عربستان سعودی مبارزه میکنن بر علیه نیروهای آمریکا، بر علیه ائتلاف جهانی، و این آقای ترامپ باید بدونه در واقع مهد پرورش تروریست عربستان سعودیه. بسیار خوب آقای دانش، ببخشید من کلامتون رو قطع میکنم. من دقیقا پرسشم از همینجا آغاز میشود که این تحلیلی که از تالی میدهید که بر مبنای اطلاعات است، اطلاعات دقیق شماست، تجربه شماست، حضور مکرر شما در ماجرای افغانستان، گزارش هایی که از اونجا نوشتید، آیا به نظر شما دستگاه اطلاعات و امنیت دنیا، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، اسرائیل، اینا یعنی این داستان رو نمیدونن و همجوری بی خودکی هم اومدن یخه ایرانی ها رو گرفتن؟ اینو من نمیفهمم. برای اینکه این اطلاعاتی که شما داری یقینا اونا هم این اطلاعاتو شاید بیشتر از شما داشته باشن. تعجب در همینه. میشه در این زمینه بپرسیم که چگونگی ماجرا چیست؟ خوشحال میشم در این زمینه فرمایش شما رو بشنوم. ببخشید که کلامتون رو قطع کردم، شرمنده. بفرمایید. سوال بسیار بسیار جالبی کردین آقای بهبهانی. ببینید، ما موقعی که از جنگ سرد صحبت میکنیم، در واقع جنگ سرد مسئله فروپاشی شوروی مطرح است و سقوط شوروی مطرح است و در اون زمان تمام کوشش رهبران غرب، من از غرب صحبت میکنم، و رهبران آمریکا به ویژه آقای دونالد ریگان و دکترین دونالد ریگان اینه که باید شوروی ساقط بشه، شوروی سقوط بکنه، و دکترون آقای ریگان اینه که در هر جای دنیا
نیروهایی که ولو اینکه نیروهای آینده تروریست باشن، نیروهای اسلامی باشن، اینا باید مورد حمایت قرار بگیرن بر علیه شوروی. یکی از این کشورهایی که در اونجا آمریکا در واقع در کنار نیروهای رادیکال اسلامی قرار گرفت، مجاهدین قرار گرفت و جهادیستای عرب قرار گرفت، افغانستان بود. کشور دیگری که میتونیم نام ببریم در واقع سندینیستا و حکومت سندینیستا در نیکاراگوا است. من در همون زمان همیشه در افغانستان بودم، سفرهای زیادی به نیکاراگوا میکردم و به آنگولا میکردم. یعنی سه منطقه‌ای که در اونجا جنگ نیابتی بین غرب و شوروی سابق وجود داره، افغانستان و بعد آنگولا و در نیکاراگوا در واقع جنگ نیابتی به این ترتیب بود که از طرف کشورهای سوسیالیست و شوروی کوبا فعالیت میکرد. یعنی در تمام این سه منطقه دکترین آقای ریگان این بود که ما باید از تمام نیروهایی که به طریقی بر علیه شوروی و کمونیسم مبارزه میکنن حمایت بکنیم. به خاطر همین در افغانستان اگه یادتون باشه زمانی که آقای ضیاءالحق دیکتاتور پاکستان بود، سفری به کاخ سفید میکنه آقای ضیاءالحق و در این سفرش به آقای ریگان چنین مطرح میکنه که تنها کسی که میتونه جلوی کمونیسم جهانی رو بگیره و به ویژه در آسیای جنوبی تا ویتنام این ضیاءالحقه و جالبتره اون پیشنهاد میکنه و تنها ابزاری که میتونه جلوی کمونیسم و رشد کمونیسم بگیره اسلام سیاسی است. اسلام سیاسی است. و جالبه که در زمان ضیاءالحق در واقع این اسلام سیاسی تبدیل به میلیتاریسم اسلامی میشه. اینو باید توجه بکنیم. تا اون زمان اسلام سیاسی وجود داشت در مبارزاتی که فلسطینی ها بر علیه اسرائیل در سالهای 1947 و 48 میکردن، حتی اخوان المسلمین در این جنگ ها شرکت میکردن، ولی این در واقع جنگ ها برای جنگ های منطقه‌ای بود، برای آزادی سرزمین خودشون بود و در اونجا شرکت میکردن. ولی بعدها با جنگ سرد در واقع از اسلام سیاسی میلیتاریسم اسلامی ساخته شد، حربه ای که شما بتونین با اون حربه دشمن، یعنی اون زمان دشمن شوروی بود و شوروی رو نابود بکنین. یعنی تمام کسانی که امروز حتی در واقع برای تروریسم صحبت میکنن و نقشه نابودی تروریسم رو میکنن، در اون زمان کسانی بودن که از تروریسم جهانی، تروریسمی که امروز تروریسم جهانی است، در اون زمان از جهادیست ها حمایت میکردن. من یادم نمیره آقای بهوانی، خیلی مهمه اینو مطرح بکنم. من در سالهای بعد از سقوط نجیب الله 1992 و 93 چندین سفر به کابل داشتم، به پایتخت افغانستان. یعنی زمانی بود که جهادیست های عرب نقش خودشون را در افغانستان بازی کرده بودند و در خیابان‌ها و در مهمانخانه‌های کابل و کافه‌های در واقع چایخانه‌ها یا قهوه‌خانه‌های کابل صدها با صدها جهادیست عرب که بیشتر اینها از عربستان سعودی بودند، از مصر بودند و از لیبی بودند آشنا شدم و با اونا مصاحبه کردم و رپورتاج از اونا تهیه کرده بودم. اونها در واقع نقششون رو در افغانستان انجام می بودن، منتظر این بودن که از افغانستان خارج بشن و به کشورهای خودشون برن و کشورهای دیگر رو آلوده این ایدئولوژی وهابیت و جنگ ها بکنن. به اولین کشوری که اینا خارج شدن رفتن و خود من شاهد این جریانات در داخل الجزایر بودم، در سفارم در الجزایر، در واقع این نیروهای جهادیست عرب که از شمال آفریقا آمده بودن وارد الجزایر شدن و ما میدونیم که در سالهای 1990 باعث کشته شدن 200,000 نفر از مردم الجزایر شدن. جنگ شدیدی بین حکومت سکولار الجزایر با این نیروها اتفاق افتاد و 200,000 نفر کشته شدن. مرحله بعدی که اتفاق افتاد در چچن، در قفقاز بود. در سالهای 1990 همون نیروهای جهادیست عرب که در کنار اسامه بن لادن قرار داشتن و القاعده را ساخته بودن وارد چچن، در قفقاز وارد چچن شدن و در واقع جنگ عظیمی را با روسیه و نیروهای روس آغاز کردند و باعث تخریب تمام چچن شدن و این گروسنی در واقع پایتخت چچن از بین رفت. در همون زمانی بود که من موقعی که از افغانستان باز میگشتم در سالهای 1992-93 در رپورتاژهای خودم
به این مطلب اشاره می کردم که خطر بزرگی از افغانستان دنیا را تهدید میکنه. ولی آقای بهبهانی باید به این مطلب اشاره بکنیم، آن زمان هم هنوز کسانی در قدرت بودند که حامی این نیروهای جهادیست عرب بودند. آن زمان آقای بوش، جورج بوش در آمریکا رئیس جمهور بود، در انگلستان مارگریت تاچر بود نخست وزیر انگلستان، در آلمان صدراعظم آلمان هلموت کول بود. اینا همگی حامیان در واقع این جهادیستای عرب و این اسلام سیاسی بر علیه شوروی بودند. و اصلا صحبتایی که روزنامه‌نگارانی که مانند من وارد آلمان میشدن و هشدار میدادن و رپورتاج رو تهیه کرده بودند و میگفتن مورد علاقه نبود و قبول نمیکردن، تا زمانی که این خیلی مهمه، تا زمانی که القاعده از بدنه جهادیست القاعده به وجود آمد و 11 سپتامبر به وجود آمد، فاجعه بزرگ 11 سپتامبر. تازه این زمانه که کشورهای خارجی و غربی و رهبران کشور غربی متوجه شدن که چه غول عظیمی رو از داخل شیشه در آوردن. حتی در سال 2001 هم هنوز متوجه نبودن و اون فاجعه 11 سپتامبر اتفاق بیفته. و بعدها دوباره متاسفانه همین ابزار اسلامی سیاسی و میلیتریسم اسلامی در کشورهای دیگر هم مورد سوء استفاده قرار گرفته. آن چیزی که ما در سوریه امروز میبینیم، بگذاریم از مواضع جمهوری اسلامی که در واقع داره تجاوز میکنه و جنایت میکنه در سوریه، این مسئله دیگری است. ولی واقعیت اینه که همون نیروها، مثلا شما دقت بکنین به رهبران احرار الشام در داخل سوریه، تمامی رهبران احرار الشام همرزمان اسامه بن لادن در افغانستان بودن و اینا تا به امروز مورد حمایت عربستان سعودی قرار دارن و حتی در مذاکرات صلح از اینا استفاده میشه. یعنی حتی متاسفانه آقای اوباما و کشورهای غرب هم از اینا استفاده کردن برای مذاکرات صلح با دولت بشار اسد که اونم جنایت میکنه. یعنی اگه ما این تاریخچه رو نگاه بکنیم، این تداوم رو میبینیم. و متاسفانه کاملا شما به این مطلب درست اشاره کردیم، رهبران میدونستن، رهبران امروز هم میدونن که در واقع مهد پرورش تروریست در کدوم کشوره. مهد پرورش تروریست اول عربستان سعودیه، پاکستانه، به امروز در افغانستانه که طالبان دوباره در حال پیشروی هستن و حتی دولت آمریکا و کشور آمریکا نیروهای جدیدی به افغانستان میفرسته. و متاسفانه در لیست کسانی که ممنوع میشن، نه شما پاکستانی میبینین، نه عربستانی میبینین، نه از افغانستان میبینین، نه از لبنان میبینین، نه از کشورهای دیگه میبینین. طبیعتا به نظر من در اینجا داره اتفاق میافته و اون اتفاق بدین ترتیب. به نظر من هیچ گونه حمایتی از جمهوری اسلامی نه تنها نمی کنم، من یکی از در واقع مخالفین شدید جمهوری اسلامی هستم. همیشه هم گفتم که این رژیم جنایتکار و این رژیم تروریست در ایران باید ساقط بشه و امروز هم موازم همینه. ولی من خطرات دیگری امروز میبینم آقای بهبهانی، من خطری امروز در سطح جهانی میبینم که موقعی که آقای ترامپ مطرح میکنه که دشمن اصلی آمریکا چینه، و این آقای ترامپ همیشه در صحبتش گفته و خب طبیعتاً با تجارت آزاد و سرمایه عظیمی که به چین رفته، امروز آقای ترامپ چنین مطرح میکنه در این مبارزه شدیدی که بین دو جریان سرمایه داری وجود داره، یعنی در واقع اقتصاد آزاد جهانی، تجارت آزاد و سرمایه وطن، سرمایه که در داخل وطن باید تولید بکنه. این مبارزه در واقع باعث شده که آقای ترامپ چنین مطرح بکنه که چین دشمن اساسی است. من وحشتم از چیز دیگری است، و من وحشتم از اینه که در واقع در منطقه خلیج فارس یک تحریکی بشه، اتفاقی بیافته و با این اتفاق و تحریک نظامی در واقع تنگه هرمز یعنی راه آبی نفت چین مسدود بشه. چین میدونین که همکنون 70% از منابع نفتی خودشو یا نفت خودشو از تنگه هرمز به دست میاره. و موقعی که مطرح چنین میشه که دشمن اصلی ما چینه، میتونه خطر عظیمی در تنگه هرمز وجود بیاد، میتونه تحریکاتی بشه، از یک طرف تحریکاتی که کشورهای خارجی و حتی آقای ترامپ انجام میتونه بده و تحریکاتی را که دشمنان ملت ایران مانند سپاه پاسداران انجام میدن و چنین مطرح میکنن ما قدرت عظیمی هستیم و نیروهای آمریکا رو از بین میبریم و در واقع دارن دامن میزنن به جنگی در داخل خلیج فارس. و این میتونه راه آبی رو بسته بشه و با بسته شدن چنین راه آبی
و این خطراتی که میتونه به وجود بیاد در واقع صلح جهانی و بشریت به خطر بیفته. آن چیزی رو که من این دورنمایی که امیدوارم هیچ موقع این سناریویی که امروز من دارم بهتون تعریف میکنم پیش نیاد، ولی من این خطر بزرگی رو میبینم که یک چنین تحریکات عظیمی در منطقه خلیج فارس بشه. دو طرف دو نیروی رادیکال تندرو در واقع در مقابل هم قرار گرفتن. آقای فرهاد اصغر فرهادی به درستی چنین چیزی رو مطرح میکنه، این فیلمساز بزرگ ایرانی که برنده جایزه اسکاره در صحبتاش چند روز پیش میگه دو طرف دو گروه تندراد چه در داخل و چه در خارج از کشور سفارایی میکنن و در واقع دارن همدیگر رو دشمن مطرح میکنن و آنجایی که مهمه و اون چیزی که مهمه قربانی مردم ایران میتونن بشن، قربانی ایران میتونه بشه، نابودیت ایران مطرح، تجزیه ایران مطرح و اون که ایران سرنوشتش سرنوشت عراق و سوریه بشه. تمام. متوجه شدم، ممنونم از شما. عرضم به حضورش یه قدی من زمان میبر برگردم خدمت شما، شرمنده. درسته، ولی من پرسش دیگرم این استش که این واکنشی که من پیروزم این سوال رو اینجا مطرح کردم و از دوستان خواستم که اگه میتونن نسبت به این موضوع پاسخ بدن، ولی این رفتاری که شما به این ماجرا اشاره میکنی، یعنی تحریک خود ایران که در یه شرایطی که وزیر فرانسوی در ایران هست اینا موشک میزنن، عرضم به حضور شما محسن رضایی میگه اگر نقشه داری حمله کنی به ایران یاد سربازات بیفت در جزیره فارسی، هم موقعی که اون ملوانای آمریکایی رو گرفته بودن و اینها، در حالی که خب بر همگان معلوم و معین است که قدرت نظامی آمریکا قدرت میشه گفت بزرگترین قدرت نظامی جهان است. بعد این که مثلا ایرانیا نافچه قایق تندرو میفرستن دنبال نافچه عربستان سعودی و اون رو به آتش میکشن، چند تا سربازشون کشته میشه و این قایقا فرار میکنن، این رفتار رو متوجه نمیشم. یعنی اینکه به نظر شما این آیا فقط به خاطر فرافکنی است، به خاطر دور شدن از ناکارآمدی خودشه که در داخل ایران ما هر روز شاهدش هستیم و خودشون به این موضوعات اذعان دارن که آقا نمیتوانن، همین ماجرای آتش سوزی پلاسکو و غیره نشون میده که ناتوانی شده، ولی با توجه به این ناتوانی این رفتار آیا فقط فرافکنیه یا به نظر شما چیز دیگه هم در مخیلش وجود داره؟ خوشحال میشم بشنوم، بفهمید. به نظر من باید به یک مطلب اساسی در ایران اشاره بکنیم. ما امروز در ایران با جنگ قدرت روبرو هستیم، یعنی باید به این مطلب اشاره بکنیم که عده‌ای به این فکرن یا تفکرشون در اینه که معتقدن در ایران جنگ زرگری داره انجام میشه، در صورتی که من معتقدم در ایران جنگ واقعی است بین تندروها و رادیکالها که تا به حال جامعه ایران رو در تسلط کامل خودشون دارن، از یک طرف آقای خامنه‌ای، سپاه پاسداران، امامان جمعه و گروه های زیادی که منافع عظیم مالی داشتن و در سالهای گذشته در زمان آقای احمدی نژاد به گفته خود رهبران جمهوری اسلامی و دولت مردان ایران 700 تا 800 میلیارد دلار پول ایران و اینا در واقع غارت کردن، یعنی در زمانی بوده که اینا تونستن غارت بکنن و بدین ترتیب بوده که با دور زدن تحریم ها موقعی که تحریم های اروپا و آمریکا انجام شد اینا توانستن این پول ها رو در واقع غارت بکنن و از ایران خارج بکنن و گفته میشه بیش از صدها میلیارد دلار پول مفقود شده و نمیدونیم در کجاست. ببینید یک منافع عظیم مالی در واقع اون قشری که امروز تسلط حاکمیت داره در دست داره
و این قشر همیشه در رابطه با سرمایه‌داری دلال و تجارت آزاد در واقع این پولهای عظیمی را به جیب زده و باعث تخریب تمام تولیدات داخلی ایران شده، تا اونجایی که 70-80% تولیدات داخلی رو نابود کرده. اینم به این خاطر موقعی که شما واردات دارین و یک سرمایه‌داری در واقع کاذبی رو به وجود میارین که این سرمایه‌داری بر اساس واردات و دلالی انجام میشه، طبیعتاً پولهای عظیمی رو به جیب میزنین و از ایران خارج میکنین و در مقابل اون نیروهای دیگری قرار گرفتن که اینها یک کمی واقع‌بین‌ترن، نه اینکه مخالف جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی باشن، اینها به خاطر حفظ خودشون و حفظ جمهوری اسلامی خودشون واقع‌بین‌ترن و خواهان اینن که اگه میخواییم نظام جمهوری اسلامی رو نجات بدیم باید تولید داخلی در واقع انجام بشه. آن چیزی که آقای خامنه‌ای ادعا میکنه و سقوط از تولید داخلی میکنه، خود آقای خامنه‌ای به عنوان کسی که در رأس غارتگران بوده به نظر من یک فریبکاری بیش نیست، ولی در رابطه با دولت روحانی میتونیم چنین چیزی رو ببینیم که روحانی و کسانی که در کنار روحانی قرار گرفتن گویا که اینها حتی که اینها از داخل های هیئت حاکم هستند و خواهان حفظ نظام هستند، نظامی که ما نمیخواییم، من یه بار دیگه تکرار بکنم سوء تفاهم نشه، نظامی که من مخالفشم، ولی واقعیت اینه که کسانی مانند آقای خامنه ای و گروه آقای روحانی و گروه آقای روحانی خواهان حفظ موجودیت خودشون هستن و میبینن اگه این سیاست بر طبق مراد آقای خامنه ای و دیگران و تندراها ادامه پیدا بکنه، در واقع با شورش گرسنگان در ایران روبرو خواهیم بود. همکنون در ایران بیش از 40 میلیون مردم ایران زیر خط فقر قرار دارن، شورش خواهند کرد و روز به روز داره این بحران توسعه پیدا میکنه، تشدید میشه. و از طرف دیگه واقع بینانی هستن که میخوان در واقع به طریقی با غرب کنار بیان و در واقع سعی بکنن جنگی در ایران اتفاق نیفته و خودشون رو نجات بدن. این یک توضیح کاملا بی‌طرفانه است، این بحثی که من میکنم بی‌طرفانه است و میخوام در واقع نشون بدم در ایران از دید من، شاید اشتباه بکنم، از دید من در ایران چه میگذره. و طبیعتاً نیروهای رادیکال و نیروهایی که تا به حال ثروت عظیم مردم ایران رو غارت کردن و بردن خواهان این نیستن و هر روز تحریک میکنن و تحریکاتشون در این جهته که حتی توافق اتمی رو ملغا بکنن، یعنی آقای ترامپ بیاد و توافق اتمی رو ملغا بکنه و آقای شریعت مداری در واقع سخنگوی آقای خامنه‌ای در کیهان همیشه میگه بهترین کاری رو که آقای ترامپ میتونه انجام بده پاره کردن توافق اتمیه، یعنی اجازه بدین آزاد بذاریم ما دوباره غارت خودمون رو ادامه بدیم، به غارت خودمون تا به حال همونطوری که تا به حال انجام دادیم ادامه بدیم، در حالی که باید به این مطلب اشاره بکنیم نتیجه این سیاست، نتیجه این تندروی، نتیجه این خیانت به ملت ایران میتونه نابودی خودشون باشه. ولی متاسفانه همیشه اینطور بوده که کسانی که سرمایه در دستشون بوده غارت کردن آینده خودشون هم نمیدیدن. اینا کسانی بودن که همیشه تهدید کردن، چنین وانمود کردن که قدرتمندن و میتونن با چند موشکی که میسازن با یک قدرت عظیم جهانی و ابرقدرت نظامی جهانی روبرو بشن و تهدید میکنن. و شما از آقای محسن رضایی صحبت کردین، از دیگران صحبت کردین، در واقع اینا کسانی هستن که خودشون شاید متوجه نیشن دارن تیشه به ریشه خودشون هم میزنن با این سیاست. یعنی واقعیت اینه بحران عظیمی وجود داره و در این بحران دو نیروی تندرا در داخل و خارج داره تحریک میکنه، نیروی داخل تحریک میکنه که بیشتر بتونه در واقع غارت بکنه این کشور رو و از بین ببره، نیروی خارج داره به نفع کشورهای دیگه مانند عربستان سعودی و حتی به نفع آقای نتانیاهو در واقع دولت دست راستی اسرائیل داره چنین فعالیتی رو میکنه که بحرانی به وجود بیاد. ولی من این خطر رو میبینم که در این بحران فقط مسئله ایران مطرح نیست دیگه، بعد از آمدن آقای ترامپ مسئله منطقه است، مسئله منطقه خاورمیانه است، مسئله جهانی است، تناسب نیروها در جهانه و اینکه در مدت کمتر از 20 سال چینی که در 20 سال پیش اصلا
باور نمیکرد، تصور نمیکرد که یک غول اقتصادی جهانی بشه. امروز غول اقتصادی جهانی شده. فقط به این مطلب اشاره بکنیم که در صادرات و داخل وارداتی که آمریکا از چین میکنه و به چین صادرات میکنه، 370 میلیارد دلار توازن منفی وجود داره. یعنی 370 میلیارد دلار در سال آمریکا کمتر به چین واردات داره تا صادراتش این به آمریکاست. یعنی در دنیا سابقه نداشته. خب طبیعتاً این پول عظیمی است که به چین رفته، هزارها میلیارد دلار پولی است که در چین سرمایه گذاری میشه و کسانی که این پول رو در چین سرمایه گذاری میکنن سودهای 100% نه تنها 100%، 1000% میبرن با کالایی که در چین تولید میکنن. و امروز ما در شرایطی قرار داریم که در واقع آقای ترامپ و کسی که ادعا میکنه که باید تولید وطنی به وجود بیاد، چین رو دشمن میدونه. و در این شرایط من این خطر رو میبینم که در یکی از مناطق حساس جهانی که 70% نفت چین از اونجا وارد چین میشه اتفاق بیافته و این اتفاق میتونه فقط بر علیه ایران و کشور ایران و مردم ایران نباشه، بلکه میتونه خطر بزرگی رو برای جهان و حتی خطر هسته‌ای رو به وجود بیاره و خطر بزرگی برای بشریت باشه. این سناریویی است که من همیشه به اون توجه میکنم، گو این که من معتقدم آدم واقع‌بین هستم و بر اساس در واقع شواهد و اسناد صحبت میکنم، ولی خب کسی که فکر میکنه و سعی میکنه ببینه چه اتفاقاتی میتونه بیافته، گاهی وقت یک چنین سناریویی رو هم در سطح جهانی میبینه که من امروز اینو در برنامه شما مطرح میکنم. تمام. متشکرم از شما. عرضم به حضور شما که باز برمیگردیم به موضوع اصلی، یعنی این وضعیت اصولاً، چون اینا همه به هم مرتبطن، همین ماجرای ویزا و اینکه ترامپ اعتقاد داره اینایی که وارد آمریکا میشه همه تروریستند و باید برای حفاظت از آمریکا جلو اینا رو بگیریم و اینها، اصولاً این پدیده، همین دعواش هم با نخست وزیر استرالیا هم تو همین ارتباط دیگه، گوشی تلفن رو یارو قطع کرده سر جریان 1600 پناهنده است که عده زیادی هم عده‌ای هم از اینا ایرانی هستن و در یه جزیره‌ای در یه کمپ اونجا پناهندگی زندگی فلاکتباری دادن. قرار شده که آمریکا 1600 نفر از اینا رو بپذیره، این مرده گفته نمیپذیریم، اصلا قرارداد خوبی نبوده. در همین راستا ما با سفر خانم مرکل به ترکیه مواجه هستیم که امروز یه سفر یه روزه رفته اونجا با اردوغان حرف زده. طبیعتا موضوع اصلی، چون میدونیم که اردوغان در حقیقت سرپل ورود مهاجرین است، یعنی ترکیه سرپل ورود مهاجرین به اروپا است و اون همیشه تهدید میکنه که اگر که شما با من راه نیاید من این در رو باز میکنم، دوباره میلیون آدم وارد اروپا میشن. این معضل جهانی به نظر شما چقدرش مربوط به اصل این نظام جمهوری اسلامی؟ چون ما در سالهای گذشته در دهه 70 اصلا این پدیده رو به این شیوهی که امروز وجود داره وجود نداشته. دیگه هم حالا معتقدن که شاید اروپا تعمدن به خاطر اینکه نرخ رشد جمعیتش کم بود و جامعش پیر میشد این کار رو انجام داد، ولی امروز به صورت یک موزل بزرگ است. مطابق سوال من این خواهد بود که این چه ارتباطی میتونه با اصلا همه این معادلات با نظام جمهوری اسلامی چه ارتباطی دارن؟ اینو میتونین برای ما توضیح بدین؟ بفهمید بشنوید. ببین امروز پناهندگان و مهاجرین و آوارگان مشکل عظیمی برای بدیش اروپا شده. اروپا همسایه خاورمیانه است. اروپا همسایه آفریقای شمال آفریقاست. اروپا همسایه کشورهای عربی است و اولین کشورهایی را که میلیون ها پناهنده و آواره در صدد آن که به اونجا برسند در واقع اروپا است و آلمانه. خب اینو در دو سال پیش در سال 2015 تجربه کردیم که بیش از 2 میلیون جمعیت و توده مردمی که از کشورهای جنگ زده متواری شدن، از سوریه، عراق، افغانستان و دیگران به طرف آلمان حرکت کردند و خوب خانم مرکل عده زیادی را پذیرفت. ولی این پذیرفتن و این استقبال خانم مرکل
از این توده عظیمی که به طرف اروپا حمله میکرد در واقع در حرکت بود و مرزی را نمیشناخت، این خیلی مهمه، مرزی را نمیشناخت، نشوندنده یک واقعیت و اون اینه که اتحادیه اروپا با اختلافات شدیدی که به وجود آمده در حال فروپاشی است. یعنی باید به این مطلب اشاره میکنیم، درسته که ایران در سال 1979 انقلاب اسلامی شد و ایران کشور اسلامی شد و یکی از مراکز تروریسم جهانی است به نظر من، ولی نه تروریست صادر کننده تروریسم انتحاری باشه، اینو باید همیشه بهش اشاره بکنیم. گرچه افراد زیادی در جمهوری اسلامی چنین مطرح میکنن که ما 2000-3000-4000 از این مزخرفاتی که میگن انتحاری داریم و اینو به دنیا خواهیم فرستاد و کشورهای اروپا و آمریکا رو نابود خواهیم کرد، از این مزخرفات در ایران بسیار زیاد میگن، ولی ما تا به حال یک نشانه نداریم که از کشور ایران به ویژه مردم ایران در این انتحارها و در این ترورها شرکت داشته باشن. پس بنابراین باید موقعی که ما درباره جمهوری اسلامی و نقش جمهوری اسلامی در ترورها صحبت میکنیم به این مطلب مردم ایران و اینی که مردم ایران هیچ گونه دخالتی در این ترورها نداشتن، شرکتی نداشتن، اینو باید همیشه تکرار بکنیم. اینی که رژیم جمهوری اسلامی رو ما تروریست بدونیم و رژیم جمهوری اسلامی رو محکوم بکنیم و چنین بگیم که تروریسم جهانی حمایت از جمهوری اسلامی میشه، گروه ها و سازمان هایی هستن که مورد حمایت ایران هستن، مانند حماس در نوار غزه یا مانند حزب الله در لبنان، ولی تروریست های تکی و سازمان های تروریستی وهابی در سراسر جهان مورد حمایت مردم ایران نیستن. اینو باید تثبیت بکنیم و با تمام وضوح و شفافیت اینو نشون بدیم که مردم ایران نه تنها چنین فرهنگی رو ندارن، در ترورها شرکت نکردن و اینو باید یک بار دیگه مطرح بکنیم. آن چیزی که امروز خطرناکه و شما اگه توجه کرده باشیم، پریروز آقای تاسک رئیس شورای نخست وزیران یا شورای رهبران اتحادیه اروپا سخنرانی میکنه. آقای تاسک در سخنرانی چنین مطرح میکنه، رئیس شورای اتحادیه اروپا است، یعنی بالاترین مقام، میگه که ما از 4 جانب مورد خطر قرار گرفتیم. یعنی اروپا از 4 جانب زیر خطره. یکی چین که در واقع داره قدرت عظیم مالی میشه، چین رو مطرح میکنه. روسیه رو مطرح میکنه که میگه روسیه تهاجم نظامی در اوکراین کرده و بعدن داره حکومت اسلامی و داعش و تروریسم اسلامی رو مطرح میکنه که خطری برای اروپاست. و مطلب چهارمی رو که داره مطرح میکنه بسیار مهمه، میگه که آمریکا و دولت جدید آمریکا نگرانی عظیمی رو در اروپا به وجود آورده. یعنی توجه بکنید اگه امروز ما به این مطلب اشاره بکنیم که ممکنه جنگی در خاورمیانه در بگیره، جنگ جدیدی، و این جنگ در منطقه خواهد بود که منطقه بزرگ استراتژیکه، منطقه است که 70% نفت چین از اونجا میره، منطقه است که 60% 50% نفت ژاپن از اونجا میره، نفت کره جنوبی از اونجا میره، و توجه به این منافع کشورهای دیگه در منطقه نکنیم و چنین خطری به وجود بیاد که تنگه هرمز بسته بشه، خودش این یک خطر جهانی است. و در کنار اون اگه جنگی با ایران در بگیره، جنگ با ایران در واقع تمام منطقه رو تحت شعاع خودش قرار میده. ما میدونیم جنگ در عراق باعث آواره شدن 4-5 میلیون عراقی در سراسر جهان شده، باعث آواره شدن 7 میلیون عراقی در داخل خود عراق شده، باعث کشته شدن 100,000 عراقی شده، و جنگ در ایران و کشور ایران و بر علیه مردم ایران میتونه این کشور رو منفجر بکنه. یعنی نه تنها میلیون ها انسان ممکنه کشته بشن و نابود بشن، یک توده عظیم 10-15 میلیونی به حرکت در بیاد، توده ای که دیگه مرز نمیشناسه، همونطوری که در سال 2015 دیدیم که مرز نمیشناختن، از آسیا حرکت میکردن تا اروپا پیش میرفتن، و این توده میتونه تمام شالوده اقتصادی و تمام ساختار اتحادیه اروپا و تمام پیشرفتهایی که در اروپا شده اینا تحت شعای خودش قرار بده و مخاطره بینزه. اینی که در واقع امروز رهبران اروپا نگرانی شدید خودشونو ابراز میکنن، از جنگ ها ابراز میکنن، در واقع این جنگ ها بودن که باعث این شدن که میلیون ها
میلیون انسان به حرکت در بیان. ما هم اکنون شرایطی داریم. من یکی از کسانی هستم که 7 بار در لیبی بودم، یعنی شرایط لیبی رو به خوبی میشناختم. در زمان قذافی به لیبی میرفتم، با قذافی 3 بار مصاحبه داشتم و میدونستم که در لیبی در واقع شکوفایی اقتصادی وجود داشت. مردم لیبی گرسنه نبودن و احتیاج مالی نداشتن، مجانا تحصیل میکردن، بهداشت مجانی داشتن و زندگی نرمالی داشتن، گرچه یک دیکتاتوری در اونجا حکومت میکرد. ولی امروز با سقوط قذافی نه تنها لیبی دیگه وجود نداره، دولت مرکزی وجود نداره و خلأ سیاسی حکومتی وجود داره، بلکه از جمعیت 6 میلیونی لیبی هم اکنون 2.5 میلیون در حرکتن، یعنی بدبخت بیچاره شدن و به اروپا و کشور ایتالیا و در این مسیر در حرکتن. حالا شما توجه بکنین موقعی که 2.5 میلیون از یک کشور 6 میلیون در حرکتن، در یک کشور 80 میلیونی مثل ایران که اگه بخواد اون منطقه منفجر بشه چه خطر عظیمی اروپا رو تهدید خواهد کرد. و اینکه امروز اروپا نگرانه و میخواد جلوی جنگ ها رو بگیره به این خاطره که این جنگ ها باعث شده، از جنگ عراق گرفته تا سوریه، لیبی باعث شده که میلیون ها میلیون انسان و افغانستان اونم باید اضافه کنیم در حرکت باشن. و یک بار دیگه باید این هشدار رو داد، این هشدار رو به رهبران غرب و حتی به آقای ترامپ باید داد. جنگی که در اون منطقه اتفاق بیفته، جنگی که در ایران اتفاق بیفته و باعث نابودی تمام زیرساختار اقتصادی ایران بشه و ایران نابود بشه، انسان ها کشته بشن، یک توده عظیمی به حرکت در میاد که کسی نمیتونه جلوش دیگه بگیره. یعنی منطقه زیر آتش خواهد بود و در این زیر آتش قرار گرفتن منطقه، اولین کشورهایی که بهشون ضربه میخوره و همسایه ایرانن کشورهای اروپایی هستن، اتحادیه اروپا است. و این اتحادیه اروپا به دقت امروز داره دقت میکنه بهش، نگران این مطلبه و سخنان آقای تاسک که دیروز پریروز انجام داده و کسی است که در واقع رهبر شورای عالی دولتی اتحادیه اروپا است، نه رهبر کمیسیون اروپا. این در واقع آقای تاسک کسی است که رهبری میکنه از تمام رهبران اروپا که در داخل اتحادیه اروپا هستند. میدونید که در اتحادیه اروپا ما یک شورایی داریم که این رهبران کشورهای مختلف هم که دارن تصمیم میگیرن و یک کمیسیونی داریم که آقای یونکر رئیس کمیسیونه. ولی یک مقام بالاتر از آقای یونکر که رئیس کمیسیون اروپا است این صحبت‌ها رو میکنه و نگرانی شدید خودش رو از جنگ‌های آینده و سیاستی که آقای ترامپ در پیش گرفته اینو مطرح میکنه. تمام. اما توی خبرها هستش که روز 29 آمریکایی‌ها حمله کردن به یمن که نیروهای القاعده رو در حقیقت هدف قرار بدن و در اونجا تلفات دادن، یک کشته دادن، چندی زخمی شدن، یه هواپیماشون مجبور شده به زمین بشینه و این اولین حمله دوران ترامپ هست که با دستور رئیس جمهور معمولاً این حمله ها صورت میگیره. فکر میکنی که این ماجرایی که دیروز اعلام کردن که ایران آن نوتیس، که مثلا این جمله ایران آن نوتیس رو معنا مفهومش رو نمیفهمم، یعنی چی ایران آن نوتیس؟ یعنی چی اصلا؟ فعل فاعلی نداره جمله، معلوم نیست مقصودش چیه. یعنی اینکه ما نوتیس یعنی هیچ عملی انجام نمیدیم، هیچ کاری نمیکنیم. ولی میبینی که از طرف دیگه روز 29 در یمن وارد شدن، درگیر شدن، چند تا از رهبران القاعده رو کشتن، عده زیادی غیر نظامی رو هم این حمله تلفات داشته، چرا که به بیمارستان و مدرسه و مسجد حمله کردن. بنابراین غیر نظامیان در این صحنه کشته شدن. فکر میکنی این ماجرایی که اعلام میکنه ایران آن نوتیس، آیا و از طرف دیگه جبهه عرب ها رو میبینیم که فرض کنید که کاردار ایران رو در ابوظبی احضار میکنن و یه پارچه و یه تیغ پشت آقای دونالد ترامپ ایستادن، آیا این از وحشتشونه یا عرب ها، یا از همراهی و همدلیشونه؟ کدام یکی رو بار بهش میدی؟ شما میشنوید بفهمید. به نظر من باید اینجا یک تفکیکی بکنیم و اون اینه که قبل از انتخابات و قبل از اینکه آقای ترامپ
رئیس جمهور آمریکا بشه، عرب‌ها به ویژه در رأس کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، عربستان سعودی، خواهان این بودن که خانم کلینتون رئیس جمهور آمریکا باشه و خانم کلینتون همیشه سیاستش در رابطه با عرب‌ها کاملا مشخص بوده و حمایت بسیار شدید از عرب‌ها داشته و همیشه خانم کلینتون مطرح می‌کرد که جلوی بلند پروازی‌های کشور جمهوری اسلامی و کشورهای دیگر رو خواهد گرفت. اینو چندین بار مطرح کرده. امروز با این اتفاقی که افتاده و حتی خود عرب‌ها باورشون نمی‌شد که آقای ترامپ رئیس جمهور بشه، امروز از نگرانی شدید طبیعتاً در کنار آقای ترامپن و خواهان اینن که آقای ترامپ حملاتشو یا سیاستشو بر علیه جمهوری اسلامی تشدید بکنه. گرچه در صحبتایی که دو روز پیش آقای ترامپ با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی میکنه، همیشه صحبت از توافق اتمی میشه و اینی که توافق اتمی باید مو به مو اجرا بشه، یعنی صحبت از این نمیشه که این توافق اتمی باید پاره بشه یا ملغا بشه. صحبت از اینه در تمام صحبتایی که تا به حال منتشر شده، اینه که باید ایران این توافق اتمی رو مو به مو اجرا بکنه و این تفاهمی است که عربستان سعودی با آقای ترامپ به وجود آورده. و خوب ما میدونیم در صحبتای آقای ترامپ همیشه این مطرح بوده، در هفته‌های گذشته هم مطرح کرده که او خواهان تغییر رژیم‌ها دیگه نیست، در مناطق مختلف نیست. این آقای ترامپ چندین بار مطرح کرده. ولی شما از این نوتیس صحبت کردین و اینکه این به چه معناست، منم واقعا نمیدونم دقیقاً این به چه معناست، ولی اون چیزی که واقعیت داره اینه که دیروز آقای مایکل فلین مشاور امنیت ملی آقای ترامپ یک بار دیگه مسئله ایران رو مطرح میکنه، هشدار میده، اخطار میده، اخطار رسمی، حتی میگه اخطار رسمی چنین مطرح میکنه که آیا شاید تا به حال اخطار رسمی نبوده، همیشه دولت آمریکا به ایران اخطار رسمی میداده و در حتی توافق اتمی هم همیشه موازی آقای اوباما مشخص بود در رابطه با جمهوری اسلامی و اون هیچ زمانی کوتاهی نکرد در تحریمایی که بر علیه جمهوری اسلامی شد. ولی خب آقای مایکل فلین چنین مطرح میکنه که ما اخطار رسمی میدیم و مسئله موشک‌ها رو مطرح میکنه و اینی که ایران این اواخر دوباره یک موشکی رو آزمایش کرده و اونا مخالف با یا در تضاد با قطعنامه 2231 شورای امنیت از سال 2015 مینامه و چنین مطرح میکنه که ما عکس‌العمل نشون میدیم. ولی تا به حال مشخص گفته نشده و برای منم بسیار تغییره بتونم آینده این سیاست رو تصمیم بکنم. تا به حال مشخص نشده که دولت آقای ترامپ و سیاست آقای ترامپ در قبال جمهوری اسلامی توافق اتمی چه خواهد بود. زمانی بود که آقای ترامپ مطرح میکرد من این توافق اتمی رو پاره خواهم کرد، بعدها چنین مطرح کرد که بازبینی خواهم کرد، ولی مدت‌های طولانیست که خود آقای ترامپ در این مورد صحبتی نمی‌کنه. آقای جیمز ماتیس وزیر دفاع اون میاد میگه که ما توافق اتمی رو احترام میذاریم بهش. آقای تیلرسون میاد میگه ما بازبینی دقیق و کامل میکنیم. یعنی منظور آقای تیلرسون چیه؟ منظور آقای ماتیس چیه؟ و صحبت‌های آقای فلین در چه جهتیه؟ و اینا در واقع تمام صحبت‌هاییه که در ضد و نقیض یکدیگر هم گفته میشه، یعنی در واقع با صحبت‌های آقای ترامپ هم در تضاد وجود داره. از یک طرف موقعی که شما مطرح بکنین ما دخالت نظامی نخواهیم کرد، از طرف دیگه بیان تهدید بکنین و بگین ما نمیتوانیم ببینیم که ایران موشک‌های خودش رو آزمایش بکنه و چنین مطرح بکنین که چنین موشک‌هایی در واقع میتونن کلاهک‌های اتمی رو حمل بکنن. من متخصص نظامی نیستم، نمیدونم واقعا آیا این موشک‌های ایران میتونن کلاهک‌های اتمی حمل بکنن یا نه. رژیم جمهوری اسلامی اینو تکذیب میکنه، ولی واقعیت چیست اینو باید از یک متخصص نظامی سوال کرد. من چنین تخصصی ندارم، ولی آن چیزی که بسیار بسیار دیده میشه اینه که تضادهای زیادی در گفته‌ها وجود داره و هنوز سیاست مشخصی در رابطه با ایران و جمهوری اسلامی وجود نداره. ولی یک بار دیگه من به این مطلب اشاره میکنم، در واقع ما در منطقه و در منطقه خاورمیانه با مشکلات عظیمی روبرو هستیم
و آنچه را که امروز عربستان سعودی و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس شاید دنبالش هستن میتونه خطر بزرگی را برای موجودیت خودشون هم به وجود بیاره. ابتدا من به این سوال شما جواب دادم که من معتقدم از نگرانی و از وحشت خودشون امروز کشورهای عربی خلیج فارس و در رأسشون عربستان سعودی دست به دامن آقای ترامپ میشه، برای که ترامپ اعلام کرده که نمیخواد تغییر رژیم بده در منطقه و نمیخواد شاید توافق اتمی را پاره بکنه یا ملغا بکنه. اینها در واقع عکس‌العمل‌های عجولانه است که کشورهای عربی انجام میدن و این میتونه خطرات بزرگی را برای خود این کشور رو به وجود بیاره. یعنی جنگ در همسایگی کشورهای عربی خلیج فارس و در همسایگی در واقع تنگه هرمز که اونا منافع عظیمی دارن میتونه تمام منافع مالی و حتی پیشبینی های دفاعی اونا رو هم در هم بکوبه و از بین ببره. اینا خطراتی است که باید بهش اشاره کرد و من معتقدم که اینی که امروز زیر چتر آقای ترامپ جمع میشن و چنین تقاضاهایی رو دارن بیشتر از نگرانی است تا از روی اعتمادی که به سیاست آقای ترامپ داشته باشن. تمام. بسیار متشکرم و ممنون از شما. عرضم به حضور شما که الان در خبر هستش که فردا قراره که آقای پررایان هم که رهبر اکثریت هست، یعنی رئیس مجلس آمریکاست، اعلام کرده که ما تحریم ها رو فردا اعلام خواهیم کرد. یعنی قراره مثل این که یه سری تحریم جدید ببره. اون چی که ما از تحریم ها در طی این دوران فهمیدیم، متوجه شدیم، دیدیم که این کمکی نکرد، گرچه که ترامپ اعلام کرده که ایران در شرایط بسیار بد و سقوط بود و اوباما چند میلیارد به ایران پول داد و این باعث شد که ایران نجات پیدا کنه و بعد صحبت از این که این پولا رو در ایران خرج کرد یا داد به توریستا و غیره. اما پرسش من در حقیقت از اینجا آغاز می شود که ما متوجه شدیم که در دوران تحریم مردم ایران متضرر شدن، این بین فقط یه مشت دلال چاخ شدن. حالا یه نمونش رو مطرح کردن مثل بابک زنجانی. ما نمیدونیم چند تا از این بابک زنجانی ها وجود دارن. یکیش حالا بنا به هر دلیلی گرفتن حرف زده و موضوعش مطرح شده، ولی این ماجرا طبیعتا یه ماجرای یک طرفه نمیتونه باشه. وقتی که تحریم هست و شما میری که تحریم رو دور بزنی، بشکنی، قاچاق کنی، فلان کنی، یه طرف مقابلم داری، یعنی فروشنده تو این داستان شریک معامله است، شریک دزده، ولی هیچ وقت شما صحبتی از اون نمیشنوی. فقط مثلا گاهن میشنوی که بله یه نفر در اینجا گرفتن به جرم اینکه یه اطلاعاتی رو فرض کنید که به ایران میخواسته ببره، اطلاعات مهم و سری رو یه تو کیف کامپیوترش بوده میخواسته همراه خودش ببره به ایران. در همین حد هیچ اثری از اینکه اون قاچاقچیایی که در این طرف داستان چاخ شدن وجود نداره و الان دوباره این داستان تحریم هست. آیا فکر میکنی عقیده شخصی شما چیست؟ این شخصیه، میتونی پاسخ بدین میتونید پاسخ ندید. فکر میکنی تحریم کمک میکنه؟ به عقیده من تنها راه نجات تحریم سیاسی است، یعنی قطع ارتباط سیاسی و دولت ایران، همون روشهایی رو که در مورد آفریقای جنوبی مثلا به کار بردن. ورزشکاراش نمیتونستن بیرون بیان، هنرمنداش نمیتونستن بیرون بیان، سینماش نمیتونست بیرون بیاد و تمام شرایط برشون سخت. من باورم اینه که اگر قرار است تحریمی بر ایران صورت بگیره باید این تحریم تحریم سیاسی باشه نه تحریم اقتصادی. میخواستم ببینم که شما در این زمینه چگونه فکر میکنید. میشنویم فرمایش شما رو، بفرمایید. اینی که تحریم ها در واقع ضربه اساسی به بنیاد اقتصادی ایران زده شکی نیست و قربانیان این تحریما شکی نیست که مردم ایران بودن. یعنی کسانی که این واقعیت رو نخوان
متوجه این واقعیت باشن که این مردم ایران هم که در واقع قربانی تحریم ها شدن در این مورد شکلی است. و شما به درستی در اینجا مطلبی رو اشاره میکنین و چنین مطرح میکنین که روابط سیاسی همیشه روابط عادی بوده و تحریم سیاسی جمهوری اسلامی نشده. خب این مطلبی است که خیلی اهمیت داره. خب ما میدونیم در اون حتی اون زمانی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بود و اون ادعاهایی میکرد درباره هولوکاست صحبت میکرد و تمام در واقع هولوکاست رو زیر علامت سوال برده بود و چنین مطرح میکرد که 6 میلیون یهودی به قتل نرسیده و چنین مزخرفاتی رو که میگفت، تحریم سیاسی جمهوری اسلامی نشد. روابط ایران با کشورهای خارجی به ویژه با کشورهای اروپایی همون زمان هم تنگاتنگ بود و رابطه اقتصادی وجود داشت در کنار رابطه بسیار نزدیک سیاسی، رابطه اقتصادی وجود داشت. در هیچ زمانی به ویژه اروپا بعد از گرفتن سفارت آمریکا در تهران، رابطه دیپلماتیک آمریکا و ایران تخریب شد. در این درسته، ولی در واقع کشورهای اروپا جانشین شدند و رابطه نزدیک سیاسی با جمهوری اسلامی داشتند، تا جایی که حتی آقای علی فلاحیان، این آدمکش بزرگ تاریخ جمهوری اسلامی، وارد آلمان میشه، مورد حمایت دستگاه‌های جاسوسی آلمان قرار میگیره، مورد استقبال دولت هلموت کول و در واقع رهبر وزیر هماهنگ کننده سازمان‌های جاسوسی آلمان قرار میگیره و در اونجا در واقع میخواد که حتی پرونده موکونوس و کشته شدن رهبران حزب دموکرات کردستان هم ببندن تا اون شرایط پیش میرن. و خوشبختانه قاضی که در دادگاه بود زیر این بار نمیره، یعنی زیر بار دولت آلمان و فشار دولت ایران نمیره و اون حکم خودشو میده و رهبران جمهوری اسلامی رو به عنوان رهبران تروریست‌های حکومتی معرفی میکنه. ببینید این روابط همیشه وجود داشته، ولی روابط سیاسی هیچ موقع قطع نشد و اینو شما به درستی مطرح میکنید. ولی آقای بهوانی، فکر میکنم که ما به ویژه به عنوان روزنامه‌نگاران باید از تجارب تاریخی هم استفاده بکنیم برای تفسیرها و تحلیلایی که میکنیم. من حتی گاهی وقت به این فکر واداشته میشم در بحثایی که انجام میدم یا در تفکری که دارم، که تحریم ها میتونه دو هدف رو دنبال بکنه. این تحریم های جدیدی که میتونه انجام بشه میتونه در این هدف هم باشه که ما رهبران جمهوری اسلامی رو چنون تحت شعاع قرار بدیم که اینا حاضر به مماشات بشن. ببینید ما در تاریخ دو بار اینو آزمایش کردیم، در سال 1980 و انتخابات 1980 موقعی که آقای ریگان باید به قدرت میرسید. ما میدونیم که جمهوری خواهان در واقع خواهان این بودند که گروگان‌های ایرانی تا زمانی که انتخابات انجام نشده، انتخابات آقای ریگان بر علیه کارتر انجام نشده، آزاد نشد. این یک همکاری بود برای انتخاب شدن آقای ریگان جمهور خواهان در آمریکا. مطلب دومی که خیلی مهمه، ما میدونیم در تاریخ در سال 1985-86 موقعی که معاملات اسلحه با ایران انجام میشه و این معاملات کاملا محرمانه انجام میشه، در واقع آقای رفسنجانی که در اون زمان رئیس شورای عالی نظامی ایرانه، رابطه داره، توجه بکنی، اسناد وجود داره، اسناد سازمان سیای آمریکا وجود داره، رابطه داره از طریق شخصی به نام قربانی فر که جاسوس سابق ساواک شاه بوده و اسلحه برای ایران میخریده. این شخص رابطه بین سازمان سیای آمریکا، یعنی ویلیام کسی رئیس سازمان سیای آمریکا، و رفسنجانی، و در واقع این شخص باعث میشه که تا اونجایی پیش برن که حتی آقای ریگان به رفسنجانی از طریق سازمان سیای و آقای قربانی فر پیغام بفرستن که در آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان، در بیروت همکاری بکنه. یعنی ما یک چنین روابطی رو میبینیم. این روابطی است که امروز اسناد سازمان سیاه در جلوی ما میذاره. این گفته های شخص من نیست، این تفسیری است از اسنادی که امروز وجود داره، تحلیلی از این اسناد من امروز باید تو مطرح میکنم. یعنی همیشه باید به این مطلب اشاره بکنیم
که موقعی که آقای رایان امروز مطرح میکنه که ما تحریم‌های شدیدی رو انجام میدیم، دوباره تحریم‌ها رو تشدید میکنیم، مواظب باشیم کلا سرمون نره، نکنه دوباره در تاریخ یک بار دیگه هم داره که دوبار کلا سر مردم ایران رفت، یک بار دیگه کلا بره و در واقع اهداف مماشات و کنار آمدن با یک رژیم ضد مردمی باشه در ایران. ما موقعی که صحبت از این میکنیم آقای بهوانی که امروز دولت آمریکا با آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا دشمن اصلی آمریکا رو چین مطرح میکنه، یعنی در واقع یک جنگ عظیمی پشت پرده داره انجام میشه، یعنی جنگ دو جریان سرمایه داری است، سرمایه تجاری، تجارت آزاد که وطن نمیشناسه، سرمایه که وطن نمیشناسه، این سرمایه رو در چین سرمایه گذاری میکنه. چرا؟ برای که سودهای 100 برابر میبره، 1000 برابر میبره. من یک نقل قول بکنم از رئیس علی بابای چین، رئیس علی بابای چین میلیاردر چینیست که چند روز پیش در ژنو در مجمع اقتصاد جهانی در ژنو سخنرانی میکنه. ببینید چی میگه، یک میلیارد چینی میگه، میگه زمانی بود که من تازه تحصیلاتم تموم شده بود، متاسفانه اسمش یادم رفته، اسم این شخص، ولی رئیس تشکیلات علی باباست، میلیاردر چینیست، میگه زمانی بود که من معلم بودم، حقوق من در ماه 10 دلار بود و در همون زمان تصمیم گرفتم یه پیجر این دستگاهی که میدونیم پیج میکنن اینا بخرم و قیمت این پیجر 250 دلار بود، در حالی که هزینه تولید این پیجر در چین 8 دلار بود. توجه بکنید 250 دلار این پیجر به فروش میرسه، 8 دلار قیمت هزینه تولیدشه، 30 برابر یعنی 3000% سوده، یعنی سرمایه تجاری که وارد چین شده که من نامشو میگم سرمایه بی وطن، این سود 3000% میبره. موقعی که این بخواد در داخل آمریکا تولید بکنه سود 100% میتونه ببره، نه 3000%. و این جنگی که امروز وجود داره و در این جنگ طبیعتاً کشورهای مختلف در این بازی در واقع بازیکنان جهانی خودشون هم میخوان، بازیکنان جهانی امروز آقای ترامپ فکر میکنه یکی از این بازیکنان جهانی در کنار آمریکا روسیه باید باشه. چرا؟ روسیه مرکز تجمع سرمایه آمریکا نیست، پس روسیه قوی اقتصادی نیست، پس دشمن آمریکا و تولید داخلی آمریکا نیست. ایران هم میتونه من همیشه میگم میتونه، توجه بکنین که دشمنان نیان از این سو استفاده بکنن، ایران هم میتونه در این بازی شاید در آینده نقش داشته باشه، در این بازی سیاسی و در واقع بازیگرانی که دارن بازی میکنن و میتونه در واقع در یک سفارایی جدیدی که وجود آمده آمریکا برای چین میتونه نقش داشته باشه. میتونه، من اینو بازی میگم، نباید حتما اینطوری باشه، یعنی باید توجه بکنیم در تاریخ دو بار این اتفاق افتاده و بار سوم در واقع این اتفاق نیفته، باید هوشیار بود. من اینو فقط به خاطر این میگم که باید هوشیار بود، نمیگم حتما که سناریوی اتفاق خواهد افتاد، ولی من اینو میبینم که یک بار دیگه در تاریخ چنین سناریوی اتفاق بیفته، همونطوری که در معامله نظامی با ایران سال 1984 85 86 انجام شد و مکفارلن به ایران آمد با میدونین که با انجیل و تک به ایران آمد، تقدیم آقای رفسنجانی کردن، رابطه آقای رفسنجانی که در رابطه با ارتباط با کاخ سفید وجود داشت، اینا رو همه رو باید به نظر من به عنوان کسی که ژورنالیست روزنامه‌نگاره و تجربه و ادعا میکنه تجربه داره، من اینو مطرح میکنم. البته بگم تجربیات من هم تجربیاتی در واقع همون قطره ایست در مقابل اقیانوس، ولی خب در این مدت 45 سال 50 سال که من در دنیا حرکت کردم، از جنگ ویتنام تا افغانستان و کشورهای عربی تا در واقع آفریقا و شمال آفریقا و جنوب آفریقا و آمریکای لاتین، این تجربه ای رو به دست آوردم که امروز اینو مطرح میکنم. تمام. بله متوجه هستم و کاملا هم میفهمم فرمای شما رو. اما من همچنان عقیده دارم که
الان ببین تو همین ماجرای اتفاق ویزا، دوباره همون موضوع اول، شما نگاه کنید ببینی که تو این ماجرا چه کسی سود میبره. آیا به غیر از جمهوری ببخشید. الو آقا ببخشید. آقای دانش. الو. 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 آقای بهبانی. بله ببخشید. بذارید. این آقای دانش قطع شد. بذارید من آقای دانش رو بگیرم دوباره. با پوزش از شما عزیزان. ببخشید قطع شد آقا، شرمنده از شما. نه نه تا آخرش بود، شما فرمودید که تمام و من هم داشتم توضیح میدادم که تا یادم رفته بود که این دگمه شما رو بزنم که شما صدای من رو بشنوید و بعد که برگشتم دیدم قطع شد. عرضم به حضور شما، فرمای شما کاملا شنیده شد. من این بود که یه بار دیگه کلا سرمون نره و چنین مماشاتی نشه و این تجربه ایش که من در دنیا به دست آوردم، گفتم از جنگ ویتنام تا به امروز در این جنگ بودم، این تجربه منه. بله بله. و ازم به حضور شما باز برمیگردم به موضوع اول، یعنی همین ماجرای ویزاهاش. به عقیده خیلی از دوستانی که باشون گفتگو کردیم، معتقدن که این حرکت در حقیقت کادو و هدیه است به نظام حاکم بر ایران، این اهریمنانی که در مملکت ما حاکمن. و الان اگه باز دقت بکنیم می‌بینیم که از این حادثه اون کسی که سود فراوان داره میبره و تلاش میکنه که یارگیری کنه جریان نایاک و لابی جمهوری اسلامیه که تحت قالب انسان دوستی و نمیدونم وضعیت انسانها و تصاویر غلطی رو که منتشر میکنن. و من دیروز هم اشاره کردم به یکی از این تصاویر که آقای منفردزاده نازنین ارسال کرده، عکس یک کودکی بود که نوشتن کودک ایرانی 5 ساله است در یه فرودگاهی بهش دستبند زدن، بعد خبر آمد که نه آقا این اصلا عکس قلابیه، اصلا ربطی به کودک ایرانی و ماجراها نداره و داستان دیگری است. بنابراین با توزیع غلط، با ترویج غلط یا به قول فرنگی ها میس اینفورمیشن، در حقیقت داره یارگیری میکنه و تحت این که مردم تهدید شدن، تحریک شدن و باید مثلا بیایم و مخالفت کنیم، خیلی مرتب داره میگه آقا اولا ما 300-400 هزار دلار پول لازم داریم و من مطمئنم که در این شرایط ثروتمندان ایرانی که بالاخره دلی دارن و دلشون برای مردم میسوزه شاید به اونا حتی کمک بکنن و تأمین مالیشون بکنن، ولی مهمتره اون که اینا تعداد نفراتشون رو بالا میبرن و اینا اسامی رو تو کیسه دربسته میبرند و میفروشن، دیگه از اونا نمیپرسن که چند نفرن، کیان، اینا با شما برای همیشه بودن، از اول بودن، الان اومدن، از این حرفا که نمیزنه. میگه من مثلا 200 هزار تا ممبر دارم، عضو دارم و اون رو میفروشه. این اون خطر اصلیه. فهم میکنی تکلیف چیست؟ من این رو به عنوان آخرین پرسش از شما میپرسم. در این شرایط به عنوان یه خبرنگار و به عنوان منی که یک رسانه دارم، به نظر شما ما چه تکلیفی برامون معلوم است؟ بفرمایید میشنوید. آقای بهبانی، سوالی که شما میکنید من فقط یک جواب براش دارم و اینو کوتاه مطرح میکنم. آقای ترامپ در تحلیفی که در 20 ژانویه انجام شد قسم به قانون اساسی آمریکا میخوره. در قانون اساسی آمریکا متمم یک قانون اساسی آمریکا آزادی فردی مذهب مطرح است. توجه بکنید، متمم یک قانون اساسی آمریکا بر آزادی فردی مذهب تاکید داره. متممی یک قانون اساسی که از سال فکر میکنم 1791 باید باشه، حتی کنگره آمریکا رو ممنوع میکنه که نمیتونه این کنگره قوانینی رو بر علیه آزادی مذهب
و در کنارش آزادی بیان و آزادی مطبوعات دیگه تصویب بکنه، ولی خود آزادی مذهب در مرکز متمم یک قانون اساسی آمریکا است. و متمم 14 قانون اساسی آمریکا چنین مطرح میکنه که حتی کسانی که تبعیت آمریکا هم ندارن، توجه بکنید، کسانی که تبعیت آمریکا هم ندارن زیر حفاظت، زیر چتر حفاظتی قانون اساسی آمریکا، یعنی پدران قانون اساسی آمریکا دقت کردن که چرا چنین کاری رو انجام میدن. ما میدونیم کسانی که از اروپا به آمریکا می آمدند و مورد ستم کلیساها در اروپا بودند، اینا برای آزادی مذهبشون زیاد به آمریکا آمدند و به خاطر همین هم پدران قانون اساسی آزادی مذهب رو مطرح کردند و اینو بسیار بسیار برجسته کردند در قانون اساسی آمریکا. پس بنابراین احترام به قانون اساسی اهمیت اساسی داره. یعنی هر قدمی که ما برمی‌داریم باید احترام به قانون اساسی بذاریم بکنیم. ولی متاسفانه امروز قانون اساسی زیر ضربه رفته و اونجایی که مطرح میشه در این فرمان ریاست جمهوری آقای ترامپ که ملیت از کشورهای از این ملیت‌های دیگر یا مذاهب دیگر از این هست کشور میتونن وارد آمریکا بشن، فقط مسلمانان نمیتونن، در این فرمان آمده که مسیحیان میتونن وارد بشن، مسیحیان این هفت کشور یعنی از ایران، یهودیان هم میتونن وارد بشن. پس بنابراین متوجه میشیم که در واقع اینجا یک تبعیض نژادی وجود داره، یعنی مسئله مسلمان هاست و مسلمان ها اجازه ندارن وارد بشن، یعنی 1,600,000,000 مسلمان به عنوان تروریست مطرح میشن در دنیا، در صورتی که ما میدونیم بزرگترین فعالیت مردم مسلمانان در جهان ضد ترور بوده و اینها در واقع کشته دادن بر علیه ما در ایران بر علیه رژیم جمهوری اسلامی ده ها هزار کشته دادیم. و موقعی که چنین شرایطی پیش بیاد طبیعتا شما به درستی مطرح میکنیم که گروه های بسیار سودجو و کسانی که منافع خودشون مطرح است، چه منافع سیاسی و چه منافع اقتصادی، مثل سازمانی که الان نام بردین شما که من دوباره رام نمیبرم، اینها در واقع سوء استفاده میکنن برای منافع خودشون و هر کاری دلشون بخواد انجام میدن و چنین مطرح میکنن که در واقع منافع جمهوری اسلامی رو غیر مستقیم ازش دفاع میکنن. ولی موقعی که شما احترام به قانون اساسی بذارین، جلوی اینا رو میتونیم بگیریم. و احترام گذاشتن به قانون اساسی به نظر من اصل احترام به حقوق بشره و کسی که به قانون اساسی احترام نذاره در واقع برای حقوق بشر هم احترام قائل نیست. تمام. بسیار ممنون و متشکرم آقا، سپاسگزارم از لطفی که میکنی و در حقیقت تجربه و دانش خود رو در اختیار ما و بینندگان هم قرار میدی. از شما ممنون و سپاسگزارم. برای خودت، عزیزانت و خانواده معززت آرزوی بهترین دارم تا دو هفته دیگر و فرصتی دیگر که با شما نازنین در همین ارتباطات گفتگو کنیم. ممنون و سپاسگزارم آقای سوزوی. متشکرم. ممنونم. متشکرم آقا. عرضم به حضور شما که شنیدین فرمایشات آقای دکتر مصطفی دانش، در حقیقت خبرنگار و روزنامه نگار با تجربه. امیدوارم که این گفتگوها کمک کنه. از آقای منصورم که اون وسطا زنگ زد و من نتونستم تلفنشو جواب بدم برای اینکه تلفن ایشون قطع شده بود و من تلاش میکردم که با آقای مصطفی دانش زنگ بزنیم، عذرخواهی میکنیم. از شما هم ممنونیم که پذیرای ما هستی، دنبال میکنی برنامه ها رو، سپاسگزارم. و بهار خواهشی دارم و اون اینه که در معرفی ما کوشاتر باشید. اگر این برنامه ها مورد علاقه شما نازنینان هست که اعداد ارقام نشان میدهد که هست، من حتی نگاه میکردم دیدم که ویدیوی مثلا فرض کنید که خانم رجوی که رئیس مجاهدین است و اینا مثلا 45 نفر نگاه میکنن، ولی برنامه میهن تیوی دیگه معلومه دیگه. خب اینا نشون میده که بازخورد داره، بیننده داره، توجه داره.
ولی اونی که ما نیاز داریم اتفاق نمیفته. بنابراین ازت خواهش میکنم ما لینک های برنامه رو در شبکه های اجتماعی هم از یوتیوب و فیسبوک و شادکست و چه میدونم تویوتر و کانال تلگرام و گوگل پلاس قرار میدیم. شما هم همین کار رو بکن. آسانترین راه هم اینه که به فیسبوک ما بیایید، عضو صفحه ما بشید، یه لایکی بزنید، عضو صفحه بشید، لینک ها برای شما ارسال میشه. شما هم مهر کن لینک ها رو برای دوستانت بفرست، یعنی تو صفحه خودتون شیر کنید، دکمه شیر رو بزنید به صفحه خودتون. دوستانی که در صفحه شما همراه شما هستند هم قادر خواهم بود که این ویدیوها رو ببینن. برای رسیدن به خبرها، ویدیوها و لینک های مرتبط دعوت میکنم به مردمریپورت.net برید. برای این کار میتونید مستقیم بنویسید مردمریپورت.net یا روی آخرین اخبار کلیک کن رو صفحه میان تیوی، یا اون بالا بازم در صفحه میان تیوی علامت فیسبوک و یوتیوب هست، کنارش هم لوگوی مردم ریپورت. از هر طریقی که بروی به مردم ریپورت میرسی. از کاوه نازنین مدیر و مؤسس سایت خوب و پرمخاطب مردم ریپورت هم تشکر میکنم که در طی این سالها، شاید بشود که از همون ابتدای کار که همون سایت رو درست کرد و هم ما میهن تیوی رو همراهی و همدلی داشته و بعضا مهر کرده و لینک های برنامه ما رو هم در سایت پرمخاطب خودش قرار داده، از او هم سپاسگزارم. مهمترین دغدغه ما وضعیت مالی ماست. خواهش میکنم در این زمینه کوشا باشید و ما رو حمایت مالی بکنید. ممنون، متشکرم. تا فرصتی دیگر سپاسگزارم از شما.